ویدیوهایی وجود دارن که ممکنه هیچ وقت درکشون نکنیم. اینکه چرا این اتفاقات عجیب میافتن معلوم نیست اما شاید یه روز جزئیات مشخص بشه. امروز سراغ 15 ویدیوی اسرارآمیز میریم که نیاز به توضیح دارن. یوتیوبر عجیب بنجامین برنارد یه یوتیوبر با ده ها هزار سابسکرایبره کانال اون بیش از 300 ویدیو داره که هر کدومشون هزاران لایک گرفتن. این نشون میده که طرفداراش عاشق محتواش هستن. اما نمیفهمیم اینکه نزدیک چهار ساعت جلوی دوربین میشینه و به بیننده هاش نگاه میکنه چه نکته خاصی داره و چه منطقی پشتشه. اون فقط میشینه و لبخند میزنه. نمیدونم کار برای اینترنت از نگاه کردن به این مرد به مدت چند ساعت چه لذتی میبرن. در یکی از ویدیوهاش در حالی که نشسته و لبخند میزنه یه دوست وارد خونش میشه و چیزای با رو میبره و اون از جاش چکون نمیخوره با اینکه تا حالا تو چند برنامه شرکت کرده هنوز توضیح نداده که چرا این کار رو انجام میده سوپ اسرارآمیز این کلیپ مردی رو نشون میده که از یک کاسه سوپ میخوره و گریه میکنه دو مرد عجیب جلو میان و بهش دلداری میدن تا غذا بخوره. اونا لباسی رو پوشیدن که متعلق به ریمنده اما اون تو این ویدیو حضور نداره. این لباس ها چند روز قبل دزدیده شد. هویت مرد مشخص نیست و سوپ رو نشون نمیده اما بعضی از کاربرای اینترنتی میگن ممکنه در حال خوردن گوشت انسان بوده باشه. نظر شما چیه؟ حادثه ی مکس هدروم حادثه مکس هدروم در سال 1987 اتفاق افتاد و در شبکه وی جی پخش شد. این شبکه در طول یه بازی فوتبال و یکی از قسمت های دکتر هو حک شد. بعد از حک شدن دوم ویدیوی مرموزی پخش شد. این ویدیو مردی رو نشون میده که ماسک زده و با صدای بلند جیغ میکشه. اون تو قسمتی از حرفاش میگه برادرم یه دستکش خونی پوشیده. توی یه صحنه دیگه یه زن بیدلیل به این مرد ضربه میزنه. بیش از سه دهه گذشته و هنوز کسی نمیدونه که این اتفاق چطور افتاد. به علاوه این اتفاق در دهه 1980 افتاد. زمانی که تکنولوژی برعکس الان محدود بود. زن مرموز این ویدیو اینترنت رو در سال 2011 ترکوند زنی رو نشون میده که چند تا لباس عوض میکنه و به دوربین لبخند میزنه. یه دقیقه بعد از شروع ویدیو به دوربین خیره میشه و ماسک روی صورتش رو بر میداره. اون در ادامه ویدیو چند تا غذای مختلف و میوه میخوره. چند لحظه بعد پوست روی صورتش رو میکشه و به نظر میاد ماسک دومش رو بکنه. اما متاسفانه کلیپ در همینجا تموم میشه و چیزی که میتونه صورت واقعیش باشه رو ندیدیم. جادوگر با اینکه ویدیوی اولیه پاک شد، سوالاتی رو به وجود آورد. این ویدیو اولین بار در سال 2014 آپلود شد و یه آدم عجیب رو نشون داد که در حال تعقیب یه فیلم بردار بود. این ویدیو میلیون ها بازدید داشت با اینکه زن پیر به کمک یه اصا راه میره بسیار سریع حرکت میکنه به خاطر همین خیلی ها فکر میکنن این یه موجود ماورای طبیعیه و بعضیا میگن ویدیو ساختگیه کسی که داره فیلم میگیره بسیار ترسیده به علاوه این اتفاق در عربستان سعودی افتاده جایی که جادوگری رایجه و مجازاتش اعدامه دزدی از قبر تو این ویدیو دو مرد دارن توضیح میدن که چطور میشه از یه قبر سرقت کرد بعضیا میگن این یه شوخیه اما تحقیقات بیشتر نشون دادن این ویدیو خیلی قبل از اینکه یوتیوب وجود داشته باشه ضبط شده تو این ویدیو یه مرد جمجمه قدیمی رو در دست داره و توضیح میده که چطور میشه استخونها رو از جسد کند توضیحاتش واضح نیست چون لکنت داره منبع این ویدیو هنوز مشخص نیست و این افراد دیده نشدن دیپر کانال یوتیوب دیپر بیش از 35 ویدیو داره که یکی از یکی عجیب تره. این کلیپ های کوتاه همیشه در جاهای تاریک ضبط میشه و داخلشون صداهای عجیبی میشنوید که باعث میشه قلبتون تون تون بزنه. بعضی از ویدیوهای دیگه ده. کودهای غیرقابل قابل خانشی دارن که بعدا معلوم شد مربوط به پرونده های قتل هستن. در یه ویدیوی دیگه از همین کانال یه نفر رو میبینیم که پاش خونیه و اونو داخل یه بشکه قرار میدن و بشکه تکون میخوره. آخرین ویدیوی این کانال در سال 2017 آپلود شد و تا امروز مشخص نیست که این قاتل زنجیره ای کیه. شهاب در فلوریدا در 21 نوامبر 2016 یه شهاب قولپیکر در خلیج شارلوس در فلوریدا دیده شد و در یک مکان نامعلوم فرود اومد. این اتفاق توسط چندین دوربین خونگی ثبت شد. واسه همینه که الان میتونید ببینیدش این اتفاق باعث شد رنگ آسمون تبدیل به آبی متالیک بشه کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاد اما بعضیا میگن شاید به خاطر تشعشعات باشه هیچ خسارتی گزارش نشد و به هیچ کس آسیبی نرسید بشقاب پرنده ایستگاه فضایی بین المللی یه پایگاه تحقیقاتیه که توسط ناسا ساخته شده گاه برای تحقیقات دور دنیا میچرخه دوربین ها این کلیپ رو از فضا گرفتن و بعضیاشون میگن نشون دهنده وجود موجودات فضاییه همه چیز در ویدیو نرمال به نظر میرسه تا اینکه چند تا بشقا پرنده از چپ به راست صفحه میرن قضیه وقتی مشکوکتر میشه که ناسا بلافاصله ویدیو رو پاک میکنه اونا بعدا یه بیانیه منتشر کردن و گفتن اون چیزایی که دیدید ذرات یخی بودن اما هیچ کس حرفشون رو باور نکرد. صدای مرموز یه روز اهالی فلوریدا با یه صدای عجیب بیدار شدن. این صدا تا 20 دقیقه پیچید و همه اهالی به این فکر افتادن که این صدا چیه؟ بعیده که این یه شوخی باشه چون از صداهای پس زمینه مشخصه که مردم ترسیدن. اونا در ابتدا فکر کردن یه طوفانه اما بعدا فهمیدن اینطور نیست. اونا بلا فاصله با پلیس تماس گرفتن تا حادثه رو گزارش کنن. پلیس محلی ادعا کرد که این صدای یه هلیکوپتر بوده اما این توضیح اصلا واقعی به نظر نمیاد. روح سرگردان در کنیا توی یکی از بازدیدهای رئیس جمهور پیشین باراک اوباما به کنیا یه اتفاق عجیب افتاد. وقتی رئیس جمهور در حال صحبت کردن با مسئولین کشور بود یه چیزی روی صفحه حرکت میکنه افراد حاضر متوجهش نمیشن چون حواسشون به رئیس جمهور بود این موجود شفافه سر بزرگ و بدن لاغری داره و هیچکس نمیدونه چیه کنیا جادوگرای زیادی داره و این یکی از چیزای ماورای طبیعی دیگه است که در تلویزیون زنده پخش میشه منتقدین میگن این میتونه یه پلاستیک یا همچین چیزی باشه این ویدیو توسط اداره پلیس ضبط شد. مامورای پلیس در حال تعقیب یه ماشین هستند که سرعت غیر مجاز داره، اما ماشین ناگهان از دسترسشون خارج میشه. همینطور که تو این کلیپ میبینید ماشین از یه حسار میگذره. عجیب اینه که این حسار هیچ شکاف و دریچه‌ای هم نداشت که خودروی بتونه ازش عبور کنه. احتمالا پلیس اونقدر غافلگیر شد که نتونست دلیل منطقی برای این اتفاق بیاره. جالب اینجاست هیچ آسیبی هم به حسار نرسیده بود. شهاب های بزرگ اگه فکر میکنید این یه نمایش آتیش بازیه، اشتباه میکنید. این یه اتفاق طبیعیه و شهاب ها به صورت سالانه از آب خارجن. بعضی از این شهاب ها خیلی کوچیکن و بعضی به بزرگی توپ بسکتبالن. دانشمندا در مورد منشأ این شهاب ها اطلاعی ندارن اما مردم بومی عقیده دارن این تجلیه قدرت یه بادیگارده که یه زمانی محافظ بودا بوده. اما اگه اینطوره چرا داره خودنمایی میکنه و این کارش چه کمکی به اهالی تایلند میکنه؟ متاسفانه هیچ کس جواب این سوالات رو نمیدونه. حالا وقت بهترین عکس امروزه. یکی از سابسکرایبرها این ویدیو رو در اینترنت دید و برای شفاف سازی برای ما ارسالش کرد. ما هم در این ویدیو قرارش دادیم. دو خورشید یک کلیپ جدید از چین دو خورشید رو تو آسمون نشون میده. اونا کاملا شبیه هم و کنار هم قرار داشتن. بیشتر دانشمندا گفتن این واقعی اما کسی توضیح رسمی براش ارائه نداد. این اتفاق چند دقیقه ادامه داشت و بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. یه دانشمند ادعا کرد این چیزی به جز خطای دید نیست. این توضیح خوبی به نظر میرسه چون نمیشه دنیا رو با دو تا خورشید تصور کرد. تونل جستجو در مکانهای متروکه خیلی رایج شده در نتیجه این یوتیوبر و دوستش به این تونل در اوهایو سر میزنن این تونل جایی بود که قبیله های باستانی قربانیاشون رو انجام میدادن. داستان های ترسناک دیگه هم راجع این مکان وجود داره و همین باعث شد این یوتیوبر داخل این تونل بره. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه به اتاقی رسید که انسان ها رو داخلش قربانی میکردن. بعد از دیدن این صحنه ها وحشت زده شدن و یکیشون گفت ممکنه یکی از روح‌ها در اینجا سرگردان باشه. اون شخص تا چند ماه بعد از فیلمبرداری از این تونل مریض بود. اگه میدونید راز پشت این ویدیوهای اسرارآمیز چیه ما رو هم در جریان بذارید ممنون که تا انتها با ما همراه بودید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید خدا نگهدار